پایین بود یه وقتای ما ازش استفاده میکرد. خب مگه اینجوری نمیتونین استفاده کنی؟ نه دیگه اینجوری اختصاصی شد. لیلا، لیلا زود بیا، شام یخ کرد. شما بخورید، من میل ندارم. ای بابا اینجا قضا، گفتم که نمیخورم. بابا با سرهنگ اینجوری حرف نزن وگرنه مجبور تمام میشه. باشه میخورم. به چه مناسبته؟ هر چی دوست داری اسمشو بذار. اما توش یه برکم جدیده. بابا این جالبه. آپ تو دیت شدی؟ نه، فقط میخوام باور کنم که دیگه از دست رفتی. مغازه داره که میگه بهترینه. من اولین آدمی هستم که برای حبوش کادو گرفته، نه؟ کامپیوتر پایین بود بیشتر میدیدمت. خب الان آوردیش بالا، بیشتر وقتت با اون تا با من. ای بابای حسود. اینا کی هم بابا؟ اینا اعضای گروه خشنه. ببینین مثلا این خاتونه، بعد این صندوق‌هزاره، این کایکه، این ماریه. کدومشون پسره، کدومشون دختره؟ بابا این نمکش به همینه که معلوم نیست دیگه. بابا. بله. مراقب خودت هستی؟ نگران نباش قربونت برم. آخه اینا که نمیتونن از این تو بیان بیرون. Woo!
بفرمایین. خورشید خانم. شهاب چرا نمیاد؟ نگران نباش، انقدر میبینیش که حالت ازش به هم میخوره. ای کامران. بله. روشن کن، روشن کن، اومدم. مواظب خودت باش بابا. بعد جوری دلم شور میزنه. اولین شبیه که تنهات میذارم. خب شما هم اولین شبیه که تنها میمونید. آی 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 آی. خیلی وقت گریه تو ندیدم. چقدر جای ماما خالیه. جناب سرهنگ، شما دیگه خیلی شلوغش کردید. مگه میخواد این سفر قنده؟ ببخشید جناب سرهنگ، یه لحظه. خب جناب سرهنگ، ما دیگه باید بریم. اگه اجازه بدید من یواش. نه به خدا، میخوام بچرخیم بگم. داداش میخوای بری که یه آدم شده بعد برو. میگم که تو ساناز نیست بس که اصلا حالت خوب نیست. شما حواستون کیه؟ چند ساعت دیگه است؟ ولی اول میریم خونه چمدونامونو بعد. قربون جون. مبارک باشه. زنده باشی. ممنون. خیلی لطف کردین اومدی. بهش گفتم چند تا آزمایش ساده انجام میدیم و برمیگردیم. آره. خوبش مونده. راست میگه. پیشکش بقیهش برای تو اون موشخورمات. موشخورمات حالا دارم براتون. هم برای شما هم برای اون ساز بی‌معرفت. از شما هم قبلا به ما رسیده آقا. بله حتما هم بیتونه. ولی شما میدونی که شیمی درمونی خیلی طول میکشه. متاسفم. پسرم به شما میسپارم جام سرک. ممنون. پس شب بخیر گوفی. خدا بچه خدا به پالی سیما جمع کنیم بریم. جمع کنیم بریم. شما نباشی میارم. بودین تا حالا؟ یه چرخی توی شهر زدیم. بشینده ماشینی من. طوری شده؟ طوری شده آقا جون. منم رسیدم خونه دیدمش.
به اسم تو فرستاده شده. بازش کن. چی شده شهاب؟ من نمیتونم. شهاب بهتره بشین تو ماشین. این چیه بابا؟ چی شده؟ چیز خاصی نشده بابا. اون یه بسته داده، توش چی بود؟ هیچ چی بسته نبود. هرچی به شهاب مربوط باشه به منم مربوطه. نه هرچی. بابا اگه چیزی هست بهتره من همین الان بدونم. گفتم بشین. مقتول 22 ساله ساکن آپارتمان شماره 25 که با یه شی تیز و برنده به قتل رسید. اینک 3 ماه پیش تو شرکت گرفته شده. تو اینک امیرم بابا. امیر؟ یکی از مهندسای شرکت رفت اسپانیا. امیره؟ نوری. الان ازش خبر داری؟ گاهی میل میزنه، چت میکنی. سلام جلال. رقابت گرفته. سلام دکتر. با من کاری نداری؟ تو همینجا خوش دارم. ببینم تو چیزی نداری الان به من بگی؟ تقریبا 4 بعد از ظهر اتفاق افتاده با یه وسیله برنده چیزی. ببینم پرونده رو تو گرفتی؟ میگیرمش. تو دیوونه جلال، دیوونه. لیلا سلام. سلام. این چه وضع خوابیدنه بابا؟ آخ کی اومدین؟ تازه رسیدم. چیزی برای خوردن داری؟ چطور یه زنگم نزدی؟ نشد دیگه. شهاب رفت. بابا جانم چی شده؟ متاسفانه دوستتون ساناز کشته شده. یعنی بابا شهاب؟ آره شهاب ساناز رو کشته و بعدش هم عکس و تفصیلاتش فرستاده در خونه افسر آگاهی. شب رو نتونستم بخوابم. نگرانت بودم. اینا از کجا آوردی؟ مهم نیست از کجا آوردمش، مهم اینه که هست. شاید الان وقت مناسبی نباشه. نه تو دیگه نه لیلا، خواهش میکنم. دیشب تا صبح داشتم به بابا توضیح میدادم. صحبت های شما هیچ ربطی به من نداره شهاب. تو باید به من میگفتی. چی رو باید میگفتم ها؟ تو هم شدی مثل آقا جون، هی بعد میگفتی. چی رو بعد میگفتم؟ قبلا هم گفتم شهاب، من تو رو واسه خودم میخوام، نمیتونم هم با کسی تقسیمت کنم.
در این صورت ترجیح میدم اصلا نداشته باشم. لیلا وایسا، دنبالم نیا، من اول باید به خودم کنار بیام. من نمیفهمم کدوم کثافتی این کارو کرده. ببخشید مهندس، اتفاقی افتاده؟ خانم عطار رو بگیم بیاد پیش من. ببخشید سمیره خانم و همکاراشون دارن به سوالات پلیس جواب میده. سلام بابا. سلام. کجایی تو از دیشب تا حالا؟ من دارم دنبالت میگردم. داری میری؟ کجا؟ چی شد؟ داستان دیشب چی بود؟ سانوزو کشتن. خفه شو. دشمنش کی بوده؟ چه میدونم، هر کی بوده خواسته روز اول زندگی ما رو خراب کنه. چجوری کشتنش؟ با یه چاقو که از سمت چپ گردنش به طرف سمت راست کشیده شده. آثار ضرب و شتم در صورت و بدن مقتوله نشون میده که قبل از قتل درگیری داشتن. مقتوله ازدواج کرده بود؟ نه، اما تجربه جنسی داشته بارها. اعتیاد چی؟ نه نه نه، فقط سیگار. با کسی زندگی میکرده؟ تا منظور از زندگی چی باشه؟ میگم دیشب خیلی به امون خوش گذشت. حالا خوب شد دخترت شوهر دادی، خیالت راحت شد. اتفاقا تا دیروز که شوهر نکرده بود راحت تر بودم. چرا؟ دامادم تا چند ماه پیش با مقتول ارتباط داشته. تهران تنها زندگی میکرده، دانشجوی انصرافی بوده، از دو ماه پیشم توی این شرکت مشغول به کار شده. البته همه میگن که دختر بدون مسئله‌ای بوده. امیر نوری؟ هویت نفر سوم احراز شده. اصل عکس هم پیدا کردیم جناب سمری. نوری البته الان مادریده ها، آدرس تلفنش هم داریم. ارتباط مقتول با نجاتی چی؟ دختر خالش که میگه فقط یه ارتباط ساده بوده. در مورد زندگیش؟ آدم کم دردسری بوده، رفت و آمد خاصی هم نداشته. ولی تو بررسی ها از خونش قاب عکس خالی پیدا کردیم جناب سنن. به نظر میاد که عکسشو دزدیده باشن. بابا من اشتباه کردم. نمیدونم، شهاب پسر خوبیه، خانواده خوبی هم داره، اما این دوستاش. شهاب دشمن داره؟ نمیدونم. تصمیمت چیه؟ دوستش داری؟ من صلاح نمیدونم فعلا بری خونش. بهتر خودت یه بهانه ای بتراشی. من بعد اوردی عروسه یه روزه. چه عاقبتی داری تو دختر؟ همینه دیگه، آدم لقمه یکی دیگر رو به قاپ خیر نمیبینه. بیچاره سمیرا. به به، پایدم به خندی عوضی. این چیه؟ آخه خدا بیا مرزتش، مال اون گود بای پارتی امیره. ببینم باز چه گوهی خوردی؟ به تو چه ربطی داره؟ ممکنه یه وقت ربط داشت، ولی الان دیگه هیچ ربطی به تو نداره. ولی بابای بی همه چیزه تو رو سپرده دست من. بی جا کرده با تو؟ مگه آدم قحطه؟ اون موقع فکر میکرد من تو قراره با هم زیر یه سقف زندگی کنیم. بی خودی چرت و پرتای قدیمی رو تکرار نکن. اینو چرا میل کردی به لیلا؟ من؟ برو بابا تو هم. من اصلا یه همچین چیزی نداشتم که بخوام برای کسی بفرستم. داری با زندگی من بازی میکنی سمیرا. ببین کی داره این حرفو میزنه؟ من با زندگی تو بازی میکنم یا تو؟ هنوز بازی های من شروع نشده پسر خاله.
بین من و تو همه چی تموم شده. چرا نمیخوای بفهمی؟ آخه من هنوز دوستت دارم. اصلا نمیتونم قبول کنم که تو. ولی من الان زن دارم. میفهمی؟ زنم هم دوست دارم. پس بهتره پاتو از زندگی من بکشی بیرون سمیرا. پاتو از زندگی من بکش بیرون. وگرنه بعد میبینی سمیرا. بعد. از این دوستان گروه خشن چی میدونی؟ از کامران، رامین؟ تقریبا هیچی. من زیاد نمیشناسمشون بابا. فقط سمیرایی که به نظر من خیلی قابل اطمینانه. اینم میدونم که از اول تو این گروه بوده. خب ببین چیزی میتونی از زیر زبونش بکشی اگه لازم بشه. خب با هم دوتا میریم باهاش صحبت میکنیم. کجایی پس تو؟ ببین من منتظرت نشستم تا بیای. من نمیدونم بعد تکلیفم با تو آدم دو به همزن روشن کنم. تو که خبر نداشتی بی خود میکنی بین آدم ها رو به هم میزنی. اگر جرأت داشتی به اسم خودت ایمیل میکردی. چرا منو خراب کردی؟ بی خود هاشا نکن. پسورد منو فقط تو داشتی. حالا تو بیا با هم صحبت میکنیم. من غذام سفارش دادم. ببین اگر تا نیم ساعت دیگه اینجا نباشی زنگ میزنم به همه بچه ها و پدتو میریزم رو آب. فکر نکن فقط خودت دیوونه ای. پاش بیفته من از همه تون دیوونه ترم. موبایلت خاموش بود. از ترسی جناب سرهنگم خونه زنگ نزدم. سلام. چیزی شده سمیرا؟ اون ایمیل کار من نبود. جواب پیشت بود؟ چه ربطی داره؟ ببین لیلا یکی این بایدی منو هک کرده. شهاب ازت خواست این چیزا رو بگی؟ من از هیچکی نمیترسم. معلومه. تازه داشتم بهت اعتماد میکرد. من قول میدم همه چی رو بهت بگم به شرطی که چیزی به شهاب نگی. چند وقت با ساناز بود؟ این چه حرفیه میزنی عزیزم؟ تا نباشد چیزکی مردم از تو تفصیلاتشو نمیفرستن واسه آدم سمیرا. ببین لیلا من قبلنم بهت گفته بودم من شهابو خیلی دوست داشتم. هنوزم یه جورایی برام خیلی عزیزه. ولی اون فقط تو رو دوست داره. فقط هم به تو زندگیش فکر میکنه. شب اصلا نباید از این موضوع چیزی بفهمه. چند سالش بود؟ 24. آخرین بار کی دیدیش؟ همین دم غروب. دعواتون شد؟ همیشه ما هم دعوا میکردیم. بعد قید و بند نبود. دوستش داشتی؟ کتکی زدی ها؟ فقط از دوستم خودم رو کنترل کنم. در حد یه سیلی. چیکار کرده بود؟ میخواست لیلا رو به من بدبین کنه. یه عکس از ساناز میل کرده بود برای لیلا. کار کی بود بابا؟ هنوز هیچی معلوم نیست. کی معلوم میشه پس؟ خیلی زود.
قول میدم. کاش همش یه کابوس بود. الان تلفن زنگ میزد یکی خبر میداد سمیرا زنده است. الهی قربون خنده هاش برم، داره اینجا لبخند میزن، داره میخنده. آخه چرا؟ بس کن، خواهش میکنم. بی پدر خیلی وحشیه، گوش تا گوش بریده. این قبلی مثل یه قصاب که سر گوسفنداشو ببره. اما خوشبختانه چاقو تیز تیز بوده، مثل یه چاقوی ماهیگیری چیزی. اما موقع کار بد جوری دستش لرزیده. دکتر، به نظر تو قاتل زن بوده یا مرد؟ نمیشه گفت، خیلی زور و بازو به کار نبرده. به نظر من نه حرفه‌ایه نه خونسرد، اما میتونم بگم که طرف در حقیقت تعادل روحی نداره. امروز نگیری شب فردا دو تای دیگه تحویل اون میده. از مقتول بگو. به نظر من به جای غذا حشیش و گراس و اکس میزده. بقیهش هم که دختره تو اینترنت دیده. جلال جون قربونت برم، قصاب و دریا. موفق باشی. تو فکر میکنی کار کی بوده؟ با کیا رابطه داشت؟ من واقعا نمیدونم. میشد با کسی رابطه داشته باشه و تو ندونی؟ آره، ولی این اواخر که دیگه من باش رابطه ای نداشتم. یعنی دقیقا از همون زمانی که فکر ازدواجمون از سرش انداختم دیگه با من چپ افتاد. چرا باش ازدواج نکردی؟ برای اینکه قبلا یه بار ازدواج کردم. چند سال پیش با یه یارو تو مشهد عقد کردن. چرا طلا گرفت؟ یارو رفت ژاپن کار کنه، با پول برگرده، با ایدز برگشت. آقا جون، یعنی واقعا فکر میکنی من قاتلم؟ فعلا تو تنها سر نخ این پرونده. خیلی خوب، من در خدمت. چی کار باید بکنم؟ فعلا میتونی بری، ولی از تهران خارج نشو. لیلا رو هم چند روزی بذار به حال خودش. کانکت شدی که گندت بزنم. سلام دیلا، تو آنلاینی چرا جواب نمیدی؟ الو بابا، سلام. سلام دخترم، خسته نباشی. چی کار میکنی؟ هیچی بابا، میتونم برم دیدن مریم؟ اتفاقی افتاده؟ نه، فقط خیلی دیپرس بود، یه چیزایی میگفت نگرانم کرده. باشه، الان میام خودم. باش، پس من منتظرم. خداحافظ. Thank you.
ببین تو چرا همش حرف خودتو داری میزنی؟ چی؟ ببین یا الان میای پایین یا دیگه هیچ وقت نمیخوام بیای. الو رامی. سلام لیلا. سلام. سلام جناب سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ مریم حالش خوبه؟ من نمیدونم، من داشتم میرفتم. باشه، خدافظ. خدافظ. همینجاست؟ نشد عزیز من. من امروز اصلا حوصله این حرفا رو ندارم. باش تو ببینم زنگ چی برمیگرده. بله؟ سلام. سلام. من لیلا، دوست مریم جون. بله بله. میخواستم اگه ممکنه. آقای امینی. بله. من کارآگاه سالاری از اداره آگاهی هستم. بله بله. میخوام باهاتون حرف بزنم. بله چش. خیلی مهمه. بله یه لحظه میشه به من اجازه بدین؟ دوست مریمه، اونی که باباش پلیسه. شماها بالاخره آبرو حیثیت منو میبرین. مریم، من میدونم با تو. شما برو در از پشت خوف کن ببینم چه خاکی باید به سرم بریزم. قتل؟ مواد مخدر؟ من که از حرفای شما سرهنگ چیزی سردر نمیارم. من دخترم و لای زرورق بزرگ کردم. اون دشمنی نداره که تهدیدی براش باشه. مریم که نیمد. من با اجازتون میرم ببینمش. اون حالش خوب نبود، خوابیده. وضعیت منم مثل شماست. میدونم بزرگ کردن یه دختر بدون مادر خب چقدر سخته. ببخشین جناب سرهنگ، جسارت نباشه. من هیچ شباهتی تو وضعیتمون نمیبینم. الحمدلله تو خونه ما همیشه جو آروم بوده. من هیچ چیزی برای دخترم کم نداشتم. شما پلیس عادت دارین به همه چیز پلیسی نگاه کنید. دختر من آخرین نفریه که به این گروه خشن ملحق شده و پیروز با یکی از اعضای همین گروه ازدواج کرده. مریم، من نگران آینده این دختر. منم لیلا. در اتاق قفل. کلید روشه ها، پس باز کن بیا تو. شده در خدا، چرا اینجوری شدی مریم؟ دارم دیوونه میشم لیلا. آخه چرا بازم رامی؟ اون از اون عوضی آشغال، اینم از این کسافه. خجالتم نمیکشه. مگه چی شده قربونت برم؟ این دختر رو برده خونه، منم تو اتاق زندونی کرده. همیشه دوستاش میامدن، اما من رو دیگه تو اتاق زندونی نمیکرد واسه یه سری آشغال خیابونی. یعنی طرف الان تو خونه است؟ هیچی نگی ها، روزگارم رو سیاه میکنم. اخلاق بابام خیلی تغییر کرده. این پیشت باشه. چیه؟ شب عروسی پیداش کردم، پیش تو باشه امن‌تره. آخه چی نگو. سلام آقا. سلام آقا. سلام آقا. دیشب بعد از مدت ها خواب دیدم. خواب دیدم رفتی وایسادی بلندترین نقطه شهر، داری داد میزنی. بنگار داشتی نمایش میدادی. شنیدی؟ لیلا چطوره؟ ندیدمش. چرا؟ تلفنم هم جواب نمیده. چی کار باید بکنی؟ همیشه از من میپرسی باید چیکار کنی؟ آفت افتاده تو این روم، میفهمی؟ آفت. من و تو بازش کردیم، حالا باید با هم یه تصمیم بگیریم. بیچاره سمیرا، اون بدبخت هیچ گناهی نداشت. منم شب آخری بی خودی باش درگیر شدم. چرا؟ نمیدونم، یهو
آقا بخش جناب گلستان پشت خط. بگو زنگ میزنم. آقا میخوان راجع به باشگاه صحبت. بگو زنگ میزنم بی پدر. اوستا توی شهاب میخوای ببندیمش؟ خیلی خوب میبندیمش. تا حالا هر کاری خواستی کردی الانم بکن. لیلا لیلا تو که منو کشتی دختر، تو کی اومدی پایین بابا؟ ببخشید یعنی اینقدر حالش بد بود؟ تو چیزی به بابا نمیخوای بگی؟ من این روزا نه اعصاب درست حسابی دارم نه حوصله واسه بازی. زود تمامش کنین. معنی این کارا چیه؟ برات گل آوردم. دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. از وقتی تو رو دیدم دیوونه شدم. بس کن شهاب، الان که وقت این حرفا نیست. من اصلا حالم خوب نیست لیلا، نه تو شرکت آروم میگیرم نه تو خونه، دارم نابود میشم. خب باشگاه رفت؟ خوبه. الان کجایی؟ مگه نمیخوای من اعتراف کنم؟ باشه قبول، اصلا تو فکر کن من تمام کسافتکاری ها رو کردم. میخوای همه رو با جزئیات برای توضیح بدم؟ خب دیگه هر چیزی که به دروغ گفته باشم که دیگه اینو دروغ نگفتم لیلا. من دوستت دارم، من میخوام یه زندگی ساده سالم، یه زندگی خوب برات درست کنم، اما انگار این وسط یکی نمیذاره. کی؟ چه میدونم. لیلا. بله بابا. بسته دیگه، بیایم پایین. چشم، اومدی. همین امشب با آقا جون صحبت میکنم بریم خونم. الو صدای من میشنوی؟ گوشی رو بردار. ببین نگاه کن، من پروازم کنسل شده، برگشتم خونه. من بابت برخورد امروز بعد از ظهرم با من معذرت میخوام، ولی من کار سختی میبینی تو مریم یکی رو انتخاب کنم. اگر صدای من میشنوی گوشی رو بردار. نگاه کن، میخوام ببینمت، میخوام بیام پیشت، میخوام اینجوری جبران کنم. مریم بیداری؟ مریم؟ اونجاست؟
اینجا مال خودته؟ نه، مال آقای گلستانه. کجاست؟ رفته انگلستان، ولی مدیریت اینجا رو فعلا سپرده دست من. اون یکی رفیق تو؟ رامین. اونم مثل که با خودتو کار میکرد؟ امروز رفته مرخص. سرگرمیات چیه؟ سرگرمی که بیشتر وقتمون اینجا میگذره، هم کار هم سرگرمی. شاب میگفت این چطرو با تو رو انداخته. آره خب با هم شروع کردیم. که چی بشه؟ یه جور تفریح. مردشور این تفریح رو ببرم. ما خودمونم ناراحتیم جمع سرنگ. صحبت کردیم قرار شد ببندیمش. تو ماهیگیری هم میکنی؟ نه، یعنی بلد نیستم، وقتش هم ندارم. الو ملکی. الو بگو. کی؟ حالا خدا میرسونم. چی میگی سروان؟ ده بار این سوال از من. سلام جناب سرهنگ. مگه امینی مسافر نبود؟ پرواز توکیو کنسل شده. استعلام گرفتیم، اظهاراتش هم درسته. یه 3-4 ساعت که فرودگاه میمونه برمیگرده خونه. یه صدای مشکوک میشنم، میره سراغ دخترش که یه ناشناس بهش حمله میکنه و مصدوم میشه. سرقت یه جعبه جواهر گزارش شده جناب سرهنگ. اتاق مقتولم که به هم ریخته است. من فکر میکنم قاتل دوباره چیزی بوده. دخترش هم همینطور که میبینیم. خسته نباشین جناب سرهنگ. چطوری جلال؟ دیر رسیدیم، طرف قصابیش کرده و رفته. کی؟ خیلی دقیق نمیشه گفت، شاید کمتر از 2 ساعت باشه. دیگه؟ ظاهرن همه چیز مثل 2 مورد قبلیه، بیشتر از این چیزی دیگه نمیتونم بگم. بگو این کامپیوتر رو منتقل کنن اداره، اون پسر رامین هم بازش کنین. حتما قربان. شب بخیر. خدا کار من نیست، من عاشقش بودم. از کی باهاش آشنا شدی؟ 2 سال پیش باهاش تو چتروم آشنا شدم. در اولمون رو کوب گذاشت. همش ما بود میخواستم با باباش صحبت کنم، اما نمیذاشت. میدونی اواخر به غیر از تو با کی دیگه رفت آمد میکرد؟ من نمیدونم به خدا. با لیلا، با بقیه. گیرش بیاریم آشغالی کسافت رو. و اینا خودم گیرش میارم و تیکه تیکش میکنم. شین سر جات، سیابازی هم در نیار. این دفعه دیگه نمیتونم بهت بگم از دیدنت خوشحالم سرهنگ. بشین. پرونده ای رو که به طور طبیعی مال تو نبود به اصرار خودت بهت دادم. به هم قول داده بودی که به سرعت جمعش کنی ماجرا رو. فشار از بالا زیاده. 3 دختر جوان در عرض چند روز کشته شدن. حالا بگو چیکار باید بکنم؟ زمان فشرده بین قتل ها فرصت رو از ما گرفته. ما به جای خوبی رسیدیم، منتها وقت نداریم عمل کنیم سردار. رو راست بگم سالاری، شایب فامیل بازی و شایعاتی که میشنوم آزاردهنده است. پای داماتتم تو این پرونده وسط دیگه هم؟ بله قربان، متاسفانه یکی از مزنونینه. اگه فکر میکنی نمیتونی این پرونده رو زودتر جمع و جورش بکنی، تا دیر نشده بدمش به کسی. فقط چند روز دیگه به من فرصت بدین لطفا. میخوام تا آخر هفته پرونده بسته شده رو میزم باشه. سلام دخترم، تو
کاری شده؟ من یه چیزی رو به شما نگفتم. اون بابای کثافتش مقصر بود. این چه طرز حرف زدنه؟ خودتو کنترل کن. آخه شما که نمیدونی باباش دوست دختر داشت. خودش گفت؟ خودش گفت. چی رو؟ جلوی مریم میوردش خونه. این روز طرف تو خونه بود. اونم مریمو به خاطر اون تو اتاق زندونی کرده بود. باشه، اون طرف آشنا بوده. به به، آقای امینی، از ملاقات اولمون زمان زیادی نمیگذره، ولی تا همین زمان کوتاه اتفاقات زیادی افتاده. متاسفم. خیلی ممنونم. دیروز گفتم شرایط من و شما یکسانه. خب حرفامو پس میگیرم. ظاهرا شرایط من و شما خیلی با هم فرق میکنه. سرگرمی های شما کجا؟ گرفتاری های ما کجا؟ با این تفریحات سالم سر دخترتونه به باد دادین. منظورتون نمیفهم سرهنگ. چطور نمیفهمین؟ دیروز وقتی ما رسیدیم شما سرگرم تفریحتون بودین دیگه، نه؟ اسم و آدرسش. اعتقاد من سرنخ قد دخترتون میشه همینه. مریم امینی توسط قصاب خودمون سلاخی نشده. یعنی چی؟ یعنی اینکه قبل از اینکه سلاخی بشه با ضربات سنگینی که تو سرش کوبیدن به قتل رسوندنش. ضمناً از زیر ناخن مقتول یه نمونه پوست به دست اومده که بچه‌های تشخیص هویت دارن روش کار میکنن. میخوای بگی اونو کشته؟ و بعد سرش بریده؟ آره، البته با ناشیگری کارم یارو رو تقلید کرده. نه زور و بازوی اونو داشته، نه اعتماد به نفسش رو. یعنی قاتل دوم میتونه یه زن باشه؟ آره میتونه، چرا نه؟ الو، علی. سلام عرض کردم. امینی سر عقل اومد. خب اسم آدرس طرف رو داد. مینو دانش. باشه. تدی، تدی سلام. برون بر تدی، برون بر، برون بر، من عجله دارم. من اصلا نفهمیدم این چه سر شکلیه واسه خودت درست کردی. من دارم میرم مسافرت، ولی خیلی زود برمیگردم. برم یه چیزی بیارم بخوری. من همیشه خودمو مدیون تو میدونم. از اون شب لعنتی که پام رسید به تهران واقعا نمیدونم اگه تو نبودی چه بلایی سر من میومد.
اینو قبلا هم گفتم، الانم باز میگم. من فقط یه مرد توی این شهر دیدم، اونم تو هستی. پاک، صادق، سالم. ولی نسل آدمای مثل تو دیگه منقرض شده کیفان. برای زندگی کردن و زنده بودن باید همرنگ جماعت شد. من شدم. من جعبه جواهرات امینی رو برداشتم. خب بالاخره منم باید یه سهمی از این زندگی داشته باشم، مگه نه؟ خدا بیا با هم دیگه از این مملکت بریم. میدونم چی فکر میکنی، ولی باور کن بین من و امینی هیچی نبوده. بابت مریمم چی کار کنم؟ تقصیر من نبود، ولی خب اون نباید میومد جلو. اومد جلو من، مجبور شدم که بکشم. ملکی، خسته نباشید قربان. مینو دانش کجاست؟ متاسفانه وقتی که رسیدیم تو پارکینگ داشت جون میداد. چی؟ پینسار گوش تا گوش گلوشو بریده. به یه دقیقه هم نرسید. مینو دانش قربان سه ساله پیش از شهرستان اومده تهران. خانواده‌اش هم تقریباً ازش بیخبر بوده. حدود یک سال که تو همین آپارتمان ساکنه. دختر فراری. اجاره‌هاش هم که همیشه مرتب پرداخت شده. ظاهراً مشکل خاصی نداشته. دیگه؟ جبهه جواهراتی هم که از خونه امینی سرقت شده بود تو آپارتمان مقتول پیدا کردیم. از بلیط و پاسپورت و چمدوناش هم اینطور برمی‌اومده که قصد سفر داشته. از امینی چه خبر؟ میگه به خاطر آرامش وجدانش می‌خواسته خودش انتقام دخترش رو بگیره. البته پیغامای تهدیدآمیز امینی رو هم رو انسرینگ آپارتمان مقتول پیدا کردیم. میریم برای تفتیش خونه امینی. چند وقت بود با مقتول رابطه داشتید؟ چند ماهی میشد فرهنگ. همیشه اون میومد خونه‌ات؟ نه، اون روز اولین بار بود. به خاطر اینکه اغلب من میرفتم خونه اون. فکر میکنه چرا مینه اون جبه جواهرات رو توی خونت برداشته؟ این اواخر اون مرتب حرف از حق و حقوقش میزد، سهمشو از زندگی و ثروت من میخواست. اون روز به من میگفت حقم از حلقومت میکشم بیرون. بفرمایید.
سلام دخترم، حالت خوبه؟ نرفتی کلاس؟ خب باز دانشگاه هم تر از جای دیگه است بابا. چرا بابا؟ میخوای بیام ببرن پیش عمه خانم؟ سلام جلال، دیشب تا صبح نتونستم بخوابم. میدونی چیه اصولا؟ تو هم چه به این نتیجه رسیدی که؟ کیفیت قتل‌ها، نوع ارتباطات، اینترنت. آره محمل و وسیله عوض شده اما موضوع همونه. قاتل از کامپیوتر و اینترنت استفاده میکنه اما افکارش مطلقاً متعصبانه است. نوع خود قتل‌ها نتیجه یک رفتار مرضی بیمارگونه است. بهت قول میدم طرف روانیه، قتل نداره. دکتر چند روزی یه موضوعی اذیتم میکنه. یادت 15 سال پیش تو جنوب شهر یه بابایی به تصور خیانت با ضربات کارت زنشو کشته بود، یادت هست؟ همون که پسرش؟ آره همون پسره که از غفلت بقیه استفاده میکنه و گلوی مقتوله رو میبره. خشم فرو خورده، تعصب کورکورانه، بلگو برداری از رفتارهای غلط والدین. اون پسر اسمش چی بود؟ فایده نداره، از صبح تاله دارم دلداریش میدم، اصلا عجیب غریب شده. فکر نمی کردم انقدر دوستش داشته باشه. مطمئنا مریم هم نمیدونست. چیزی میخوری؟ خدای نکرده اگر این اتفاق برای من میافتاد واقعا نمیدونم. لیلا دست بردار شهاب، الان چه وقت شوخی کردنه؟ باور نمیکنی لیلا، به خدا راست میگم. همیشه فکر میکردم ازدواج با توئه که زندگی ما عوض میکنه، ولی نمیدونم چرا یهو همه چی به هم ریخت. احساس میکنم همه چی رو دارم از دست میدم. موقعیتم، آرامش، دوستان،
آقا جون تو چه میدونم حتی احساس بیگناهی. یعنی تازه میخواستم به مامانم اینا ثابت کنم که اینجا میتونم خوب زندگی کنم. واقعا نمیدونم چرا این بلا سرم میاد. بچه ها تلاش میکنن که هر چه زودتر یه سر و سامونی به این بایگانی بدن. به هر حال زمان زیادی گذشته جان سرم. داریم بایگانی رو کامپیوتری میکنیم. پیدا کردن یه پرونده جنایی خاص اونم بدون نامونشون کار خیلی مشکلیه، قبول کنی. کاش حداقل پس جان سرنگ سال وقوع جنایت خاطرتون هست؟ به نظرم 70 یا 71 بود. ما تلاشمونو میکنیم. 24 ساعت به ما وقت میدین؟ 24 ساعت زیاد مهندس. تا صبح. ببین لیلا من خیلی زود شروع کردم همه چی رو. هر کسی دیگه هم جای من بود تا حالا نابود شده بود. اون موقعی که همه رفتن من موندم برای اینکه خودم رو ثابت کنم. خودم رو با آب و آتیش زدم. هر کاری هم که بگی کردم. حتی همسال ساناز و سمیرا و چه میدونم هر کسی دیگه، فقط به خاطر این بود که خودم رو آروم کنم. تا تو اومدی تو زندگی. پس نشستی که پم رامین شروع شو. میدونی چیه اشکال کار اینجاست که من قبل از اینکه حتی معنی خیلی چیزها رو بفهمم تجربه شون کردم. کار، پول، دوست، همسر. پس اینم الان حرف زدم قصه گفتم لیلا. تنها شانس زندگی من توی لیلا. میفهمم سخت به دست دارم. سخت شاه بچه تو رو خدا قدرم بدونی. بیچاره مریم آخرین روزی که دیدمش خیلی به هم ریخته بود. شاه پاشو از خانومت پذیرایی کن. تو هم پاشو از اون قیافه در بیا. مشتری میاد خوب نیست. من دیگه باید برم. بابا نگران بشه. چرا؟ مگه نگفتی با من؟ میخوای اوضاع بدتر از این بشه؟ خداحافظ. الو سلام. هیچ معلوم از تو کجایی؟ با شهاب رفته بودیم رامین رو ببینیم. من که از نگرانی مردم. مگه نگفته بودم صلاح نیست ببینیش؟ تلفنت چرا خاموش بود؟ ببخشید. میام خونه بیشتر صحبت میکنیم. چشم. خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
بابا یکی تو خونه است. شما کی میای؟ مریم بهم داد، تو عروسی پیداش کرده بود، گفت پیش خودت نگهش دار. خب دنبال همین بوده. چرا تا حالا چیزی به من نگفتی؟ نمیگی ممکن بود جودتو سر این کار بذاری؟ هر وقت میخوام فکر کنم که بزرگ شدی کاری میکنی که همه این معادلات آدم به هم میریزی. مگه من چی کار کردم؟ مگه قرار نبود چیزی رو از هم پنهان نکنیم؟ یه اون با بدبختی بزرگت نکردم که توی چشم هم زدن ازم بگیرنت. شاب کجاست؟ نمیدونم. موبایلتو میدی به من، از حالا به بعدم کاری رو میکنی که من میگم. چرا اینجوری کس کردی عزیز دلم؟ اینجا هم خونه خودت، قربونت برم. آخه احمد جون، بابا با شهاب کاری کرد که آدم با غریبه هام نمیکنه. اینجوری هم نیست مادر، جلال آدم معقولیه. همه اون شوهرم به من دوستش دارم، من چی کار کنم؟ شما بگی. صبر، قربونت برم. امه جون، امه میتونم از کامپیوتر محمد استفاده کنم؟ بعد از خوردن صبحونه ها هر کاری که دوست داشتی بکن. نمیتونم حالی نیست، ساعت 3 میای باش. نمیتونم. بالاخره من بدونم جای من تو این قضیه کجاست. نمیتونم.
برام مأمور گذاشتن زندونیم کردن واقعا اینکه خدمت آوره شرم آوره دیگه سور رو زدن بردی بابا تو زن منی تو زن منی زن من زن من زن من زن من اصلا باید بیای باید بیای اومدم مثل دوتا مرد بشینیم با هم حرف بزنیم چطوره؟ فعلا که ست تاییم ببین بهتره عاقل باشی و به حرفام گوش کنی شاب شما لیلا رو حبس کردین تو خونه اون وقت انتظار داریم من عاقل باشم بابات اینجاست لیلا لیلا آنلاینه؟ آره برای که خواستم اونم تو جمعمون باشه قطعش کن گفتم قطعش کن لطفا سر من داد نزنید اینجا اداره پلیس نیست خونمه خونم تو به چه حقی داری دیسکانکت میکنی؟ آروم باش گفتم به چه حقی داری دیسکانکتش کردی؟ ها؟ دیگه به چه حقی داری دیسکانکت میکنی؟ آقای نجاتی آروم باش دیگه به چه حقی داری دیسکانکت میکنی؟ مواظب باش پسر اون اسلحه پره پس عصبیم نکنی داری برای خودت درد سر درست میکنی جلو نیا خیلی خوب جلو نیا داری اشتباه میکنی آروم باش کارو سخت‌تر نکن چه ها خودت میکنی کارو سخت‌تر نکن خودتون خواستی سایه دنبالش کنین ولی هیچ اقدامی نکنین تا من بگم بله حتما الو بله پرونده رو پیدا کردی؟ چی؟ آره آره یکتا بود فامیلش درسته هرچی شماره و آدرس توی پرونده هست بگین یادداشت میکنم درسته
خدا بیا بیرون، الان کامرا میاد. داخلی بس کنی بونه رو. بیا بیرون شاه. بیا بیرون بسته دیگه. بیا بیرون. چه خبر اینجا بچه‌ها؟ دیوونه مدرسه با خودش اصلا آورده. هر چی بهش میکنه. شهاب. شهاب. بیا بالا. بیا بیرون. این چیه؟ دست بگیر دست. از کجا آوردی؟ پلیس رو خلاص صدا کرده. چی؟ این خلبازی ها چیه عوضی؟ اه؟ میخوای هرچی پلیس ها بریزی اینجا؟ من دیگه قاطی کردم کامران، هیچی حالیم نیست. بده من اونو بده من. آروم باش. خیلی خوب، برای اونو بده من. خیلی خوب. میگم بده من. خطرناک. گفتم بده من. آروم باش. خب میگم اونو بده به من. اه بده کامران. تو خفه شو بابا. چه شده تو دیوونه شدی تو دون؟ آخه دارم زندگیمو کشکی کشکی از دستم در میارم. چرا؟ من نمیتونم لیلا رو از دست بدم، میفهمی؟ کسی نمیخواد اونو از دست بدی. چرا دیگه؟ بشین. ولکن بابا. بشین ببینیم چه باید کرد. چیکار میخوای بکنی؟ میخوام لیلا رو بردارم برم یه جایی که دست هیچ کس بهم نرسید. کجا مثلا؟ کجا مثلا؟ یه سال آزگار مامان بدبختم داره التماس میکنه بیا این ور. کجا مثلا؟ جهنم. هر گورستونی باشه از اینجا که بهتره که دقیقا صبح که از خواب بیدار میشی نمیگن بیا آقا زنتو طلاق بده. خب بس باید بگردیم لیلا رو پیدا کنیم، درسته؟ الان کجاست؟ تا یه ساعت دیگه اینجا باز قرار. خوبه. خب پس تو برو، من لیلا رو وسط میارم. خواهی نخواهی پلیس میاد اینجا، پدر خانمت گوشه گوشه اینجا رو بلده. خوبه وقتی میاد اینجا تو اینجا نباشه، اونم با این اسلحه. برو با مجنون خانم، لیلی تو بهت میرسونه، بهت قول میدم. مرکز میثم سه هستم. میثم سه خسته نباشید، بگوشم. مستظر باشین که عمه خانم همکنون از منزل خارج شدن، ظاهرن به قصد خرید. چی دستور میفرمایید؟ میثم سه منتظر باشید. بله چشم. میثم سه از مرکز. به گوشم بفرمایید. مراقب آشیانه و سوژه باشید. تمام. اطاعت امر. آقا بس یه دقیقه بیا. ببین اینا رو میبری پلک 14 بگیر. کجاست؟ همینجا همین بخله. دست آقا ببخش. سلام خانم. دیر کردی. بریم. کجا؟ شهاب کو؟ اینجا نیست. تو ماشین عرض میکنم خدمت. سلام خواهر. اتفاقا میخواستم بهت زنگ بزنم. فرار کرده؟ نگران نشی؟ آره. داشتم چت می‌کردیم همین که قرار گذاشتیم دیسکانکت شد. دیگه هم نتونستم پیداش کنم. نگران نباش، پیداش می‌کنه. یعنی اون تو رو پیدا می‌کنه. باید پیدات کنه، تو همه زندگیشی، آینده‌اش، آرزوهاش، امیدش. چرا اینجوری حرف می‌زنی کامران؟ اگه یکی بیاد خونتون آتیش بزنه چیکارش می‌کنی؟ فکرشو بکن. آب ببندم تو خونت. گند بزنم به همه چی. یعنی چی؟ نترس بابا، سرهنگت کار خیلی خیلی بدی کرد. خونه که درش باز شد تمام گذشته من، تمام خاطرات من، تمام خاطرات یه زندگی نکبت که باید مثل یه راز باقی نمید. ولی بابا سرهنگ در اون خونه رو باز کرد. ولی گذشته حالا دیگه مهم نیست. الان نشد. تو دختر خوبی هستی، با همه فرق داری، پاک درست مثل فرشته.
الو کامران. به شهابی بابا. ها کجایین بابا؟ لیلا اومد؟ بله که اومد. خب من بیام پیش شما یا شما میایم پیش من؟ فکر کنم تو باید بیای. خب یه دقیقه گوشی بده به لیلا. نه فکر نکنم بخواد با حرف بزنه. چرا؟ مگه اتفاقی افتاده؟ آره فکر کنم یه اتفاقی افتاده. خب بگو دیگه بابا. مؤدب باش، طوری نشده، فقط تو رو یه کمی بیشتر شناخت. لجن عوضی مثل تو رو هر کی بشناسم این اتفاق براش میفته. در مورد تغییر عقیده میدونم. خفش رو چه صافت عوضی. الان کجایی؟ شاکی نشو. یه قلم کاغذ برده بنویس. بنویس اگر نامه ای می نویسی به باران. میگم الان کجایی؟ سلام مرا نیز بنویس. یادش کردی؟ گفتم کجایی؟ یه جایی بلند. بلند. کسافت. کسافت. کیوان یکتا؟ به بالاخره شناختیم سرهنگ. دیگه کم کم داشتم ناامید میشدم. داماد شاخش امشاد به وقتشونم میگیرم. خب خب چیکارش میکنی؟ این مهمه. نکنه پیش توه؟ ها؟ لیلا کجاست؟ آه مرسی مرسی، معلومه خبرها زود میرسه. اون تو بازی تو جایی نداره کیوان، بدش کن بره. بعد جوری عادت کردی دستور بدی جناب سرهنگ. شاید بهتر بود همون 13-14 سال پیش خلاصم میکردم میرم پیکارش. نه من ساخته نشدم برای اینکه تماشا چیه این همه کسافت کاری باشم. آدم ها همیشه به یه فرصت تازه نیاز دارن، حتی تو بچه. امیدوار بودم تو این مدت بفهمی. فهمیدم. آدم ها دو دستن سرهنگ، اونایی که مجازات میشن، اونایی که مجازات میکنن. تو جز دسته دومی، من هم همینطور. الو الو ردشو ردین.
لیلا کامران تو چه غلطی داری میکنی ها؟ عوضی من به تو اعتماد کردم لیلا رو سپردم دستت. کثافت خائن. خائن؟ عجب رود زیاده. برو بازش کن. گفتم برو بازش کن. تو چه مرگت روانی؟ بازش کن. نه چون اون لقمه تو نیست، واسط بزرگه، خفت میکنه. خفشو بازش کن بگرده مثل سگ میکشتمت. بازش کن. آه دیدی از این سیب زمینی بالاخره یه نیمچرکی زد بالا. خوبه خود نشون بده کثافت آشغال. بزن بزن دیگه، بزن بیوجود، بزن دیگه. های نره یه لحظه تا شهاب بالاخره داره نیگات میکنه. بده بزن دیگه، بده خود نشون بده، بزن بیوجود. بلش کن دیوونه. لغت مناسبی نیست، اما خب آره شاید هم میشه گفت، چون این کثافت باعث شد ساناز رو از دست بدم. چی داری میگی؟ پرت و پلا به هم میبافی؟ من ساناز رو دوست داشتم چون پاک بود، درست مثل فرشته، مثل تو. تو اصلا نشه ی الان حالیت نیست، چی داری میگی؟ خفه شو، همش تقصیر توه، همه چی رو تو خراب کردی. داشتم فراموشش میکردم، اما تو برام زندش کردی. یه خاطره تلخ و وحشتناک که حتی از تصورت خارجه. ساناز فقط کارمند من بود، مثل سمیرا، مثل خیلی های دیگه. ساناز تو کشتی. همه رو تو کشتی. کثافت. خیلی دلم میخواست بدونم تو اون بسته خوشگل کادو پیچی شده ای که اون شب بهش دادی چی بود که ساناز رو انقدر به هیجان. واسه کارمندات همیشه گردن بند میخری ها؟ خودت انداختی گردنه؟ آخه بیشعور داری اشتباه فکر میکنی. ساناز کارمند من بود، کارمند خوبی هم بود. میخواستم ازش تشکر کنم، میخواستم خوشحالش کنم. سمیرا میدونست، همه میدونستن. میبینی؟ میبینی چه توجیه میکنه هاروم لغمه؟ البته راست میگه، ساناز هم اول مثل تو دختر خوبی بود، پاک، درست مثل فرشتم، ولی شوهرت خرابش کرد. اون همه چیو خراب کنه، حتی میتونه خفه شو. تو دیوونه ای، همه رو تو کشتی. سمیرا رو اونجور وحشیانه. آه سمیرا، عکسایی که با آیدی سمیرا واسه اومد یادته؟ کار من بود، میدونی چرا؟ چون میخواستم این آشغال عوضی رو بهتر بشناسی، بلکه زودتر بذاریش کنار. سمیرا میخواست من رو لو بده، اونم درست اول بازی. اگه به این دلیل نمیمرد، حتما به یه دلیل دیگه میمرد، چون وضعش خراب بود. مگه نه؟ مثل مینو، درست مثل مادرم. لکه ننگ باید پاک شد، لکه ننگ باید پاک شد. فکرشو بکن، اگه بدون تو با سمیرا رابطه داشتی چه شود؟ سمیرا دختر خاله من بود، منم خیلی دوست داشت، قرارم بود با هم ازدواج کنی. حالا اگر نکردیم به خاطر اینه که سمیرا قبلا یه بار شوهر کرده بود. منم نتونستم با خودم کنار بیام. به بابات هم رو گفتم. Thank you.
تو عاشقم میشن حالا معلوم میشه چی کاره ای. به نظر تو آدم میتونه سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه؟ بذار سرنوشت من تو رو این گلوله تعیین. چی کار میکنیم؟ هر کی عاشق تره اول میزنه. خفه شو. به خاطر ساناز که پاکترین دختر دنیا بود. به خاطر تو که پاکی درست مثل فرشته. گفتم خفه شو. شانس دیگه. حالا نوبت توه. میخوام عشق و غیرت رو یه جا نشون بدی. بگیم هم چیکار میکنی؟ نشون بده انقدر دوستش داری که حاضری واسش بمیری. بیارش بالا. بذار درست اینجا. بذار اینجا. یلا. بیا بذار رو شقیقت. بزن. آشار بچکو. بزن. بزن دیگه. آشار بچکو. بچکون. بچکون. کسافت نامرد. بیا این بر. گفتم ازش فاصله بگیر. کامران به خدا میزنم. نامردی. همیشه بودی. بیا این بر کامران. گفتم میزنم. گفتم بیا این بر. یک دو سه چهار پنج شش. اسمش هفتیره. احمق. ای کسف بده عوضی. نامردی. گفتم که نامرد همیشه بودی. نباید جلوی عشقت کم می آوردی. دلم میخواست از دقل جلوی زن جزره. برو عقب. برو عقب. برو. دوباره امتحان میکنی. بازم اول هر کی عاشق. به خاطر تو لیلا که پاکی درست مثل فرشته. شانس دیگه. شانس تو را من باید برای بکنم. روانی نه شانس اوه میخواهش برش دار. برش دار. برش دار. داره گیش نره. اول حتی نمیتونی اینو از همی برد بریم. ترس مزمنت هنوز نریخته. کیف دارا اصرافت عوضی. همیشه جرزم بودی. همیشه وسط بازی جرزدی. جرزدی چون نامردی. نامردی. ازش خداحافظی کن. به خاطر کسافتکاریات ازش طلب بخشش کن. ولش کن دیوونه. به خاطر لیلا که پاک درست مثل فرشته. تمومش کن کیفر. به موقع اومدی سرهنگ. اسلحه تو بنداز زود وگرنه میزنمش. گونده های اون اسلحه قبلا خونسا شدن. وگرنه الان دست شهاب نبود. نه مثل که راست میگفتی. حالا اسلحه تو بنداز سرهنگ. زود باش وگرنه مثل سگ میکشمش. خیلی خوب. خیلی خوب. کارم حرف نداره میدونی که. آروم باش کیوان. آروم باش. کیوان. کیوان بدبخت. این اسمو داشتم فراموش میکردم. برای اینکه مال خیلی وقت قبله. ولی تو هیچ فرقی نکردی. اون موقع یه بچه 13 ساله بودی. حالا یه بچه 30 ساله ای. خب این همه آدم معصوم و بیگناه کشتی. چی رو میخواستی ثابت کنی؟ معصوم؟ نه! اونا همشون یه مش آشغال بودن. بس کن تو هم شده این پدرت. اسم پدر منو نیار. اون مرد غیرت داشت. مرد عمل بود. این بچه ها رو ول کن برن.
من و تو میریم پایین مثل دوتا مرد با هم حرف میزنیم. حرف نه سرهنگ، حرف دیگه بسه، عمل میکنی. تو میخوای بری برو، دختر گلت هم برده با خودت ببر، ولی من و این رفیقم کار داری. من با هم بریم سفر. خفه شو بپر کسافت پرواز کنی از 200 متر ارتفاع. کیف داری نه؟ بیر بکن. حواستون اینجا؟ کسی حواستش اینجا نیست. من بدون اون اینجا نمیرم بچه، اون مثل پسرمه. خوبه تکون نخور شها. خوش شانسم از کسافت عوضی، کاش بابای منم مثل تو. تو داری اشتباه میکنی آخه بچه، مگه میشه دخترم به کسی بدم که نشناسمش؟ بولت زده سرهنگ. پدر تاوان بدبینی شد داد کیوان، من خودم مسئول پروندش بودم. تو داری اشتباه میکنی، تو یادت رفته مادرت پاک بود. دروغه اون نفهمید. تو بفهم. از بابات خداحافظی کن. خفشتو کسافت. از عشقت خداحافظی کن. میترسی؟ بیا این بعد ترس از اتفاق خیلی خوب. نمشو عوضی کسافت بی سلیقه. خداحافظ. خون بلش کن، خون خدا بلش کن. بابا یه کاری کن، یه کاری کن.